یکم بلندتر. او قد داری برای 4 تا بیسکویت. اصلا نفرمایید، من خجالت میکشم. ما شما رو خیلی دوست داریم و مارتا خواهرم همیشه میگه از وقتی شما به این ایالت اومده تونستیم با اون خطابهای زیباتون نسیم دوستی و برکت رو در بروکلین بدمی. به این موقع شب با کی صحبت میکنید همه جا؟ کشیش هارپر پدر الین جان. بله. این موقع شب لطف کنید بذارید دیگه بلند. بذاریم روی بلندگو لطفا. بله نمیشتم این آقای رئیس رو گوش دستوری میده؟ گوش میدیم. بله بفرمایید. کمان همین وظیفه کلیسا آبیاری نهال دوستی هاست خانم علی. آبیاری این موقع نشد دوستی ها رو فراموش کنید جناب رئیس رو به دشمنامون فکر کنید. اونجا در قلب خاورمیانه بهتر جنگ رو فراموش کنید. اون هم با وجود داشتن امهاد نازنینی که آوازه سخاوت و مهربونیشون تو تمام بروکلین پیچیده. خیلی لطف داریم. خواهش میکنم خانم نبی، یه چیز کوچولوی دیگه هست که باید بهتون بگم خانم. در مورد دخترم این و برادرزاده شما آقای مورتینه. آقا ما هم خیلی خوشحالیم که این دوتا با هم میرد خواهد میبینم. اما صمیمیت بین اونها داره کم کم نگرانم میکنه. اجازه بدید با هاتون روش باشم. منظورم این ارتباطیه که متاسفانه بین برادرزاده شما و تا آف هست. اون فقط یه منتقده، خدای نکرده هنرپیشه که نیست. میدونم ولی منتقل نمایش مرتب با تئاتر سر و کار داره و اینجور آدم ها قطعا به تئاتر علاقه مندن. نه میدونین اجازه بدین یه چیزی بگم بین خودمون بمونه. یه مطلبی هست، مورتیمر ما از تئاتر کلن متنفره. بله واقعیت خودش به من گفته. آخه اولش که شغلش این نبود، اون قبلا یه شغل دیگه داشت، همونجا درباره اسناد و املاک مینوشت که اطلاع داشت. بعد آوردنش این قسمت این کار شبانه ناجور بهش دادن، یعنی مجبور شد. پس بر مورد این که منتقد تئاتر شما قضاوت بد نکنین. باشه. بله دوباره خودشه. اوه زنگ میزنم بعدا صحبت میکنیم. فقط شما نگران نباشیم. خدا آقای رئیس جمهور. آقای رئیس جمهور. اوه سلام سلطانه حالای عزیز. شب بخیر دوشیز بروسته. شب بخیر. صدای شیپوری رئیس جمهور تا اون طرف قبرستون میاد. میترسم فردا همسایه ها دوباره علم شنگی را بندازن. فردا خودم بیسکویت درست بگم میبرم برای شما از تک دفیشو نسخایی میکنم. شما درست میفهمید. از شما هم ببخشید. خانم بیچارتون بهتر شدم؟ خیلی بهتره. البته به لطف سوپای خوشمزه‌ای که شما با خواهرتون براش میفرستید. خدا رو شکر، خدا رو شکر. چه همسر نازنینه. واقعا خانم قشنگ و خوبیه. یعنی میدونین از اون زنایی که کمتر گیره مردی میاد. تا قدرشو بدونید لطفا. اتفاقا اونم همچین حرفی رو در مورد شما میزنه. از ما که گذشته. ولی میدونی مردم هم این روزا عادت کردن حرفای عجیب غریب پی درباره هم میزنن. اتفاقا خود من چند روز پیش از یه نفر شنیدم که میگفت پدر شما یه جورایی نابغه بوده. نه؟ نه. نه؟ نه. چرا؟ یه جور پزشک، متخصص دارو، کاربرد شکاف، اینطور بوده؟ نه، پدر ما از همین پزشکایی بود که ریخته معمولیا. نه 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 نه، ولی هرچی بوده آدم با شرافتی بوده که دخترای شریف و خیرخواهی مثل شما نصیبش شده. شاید باورتون نشه، ولی همه بروکلین خبر دارن که شما اسم خونتون رو توی بنگاه معاملات ملکی ثبت کردید. با اینکه اتاقی واسه اجاره ندارید، شما به این بهونه میخواید هر کی به خاطر اتاق میاد اینجا یه نوشیدنی گرم بخوره یه چند دلاری هم گیرش بیاد. مگه نه؟ هممون زیر سایه الطاف خداوند هستیم. آقای رئیس جمهور، شما قول دادی دیگه این کارو نکنی. ولی من باید مصوبات کنگره رو اعلام بکنم. تحریم ها تمدید شد. عزیز دلم، بچه ها میبینین چه کیفی میکنه که جورج بوشه. هیچ وقت سعی کردید بهش بفهمونید که جورج بوش نیست؟ بله اتفاقا یه دفعه من بهش پیشنهاد دادم واسه تنوعم شده یه مدت بیل کلینتون باشه. ماخه خیلی از این بیلی خودم هم خوشم میومد ولی قبول نکرد.
تفلک بهش برخورد، حالت افسردگی گرفت، رفت تا چند روز زیر تختش توی اتاق و حاضر نبود بیاد بیرون. دیگه نمیخواست هیچ کس باشه. او خب البته اگه جورج بوش باشه بهتره تا هیچ کس نباشه. مهم اینه که جورجیه ما بیایزاره، کاملا بیایزاره. از نوشیدنیتونم ممنونم. او مارتا، او شب بخیر دوشیز مارتا. چقدر خوب که شما اینجایید. همین الان میرم جعبه اسباب بازی رو براتون میارم. همیشه بی صدا بی صدا. این کار شما عالیه خانم ها، درست کردن اسباب بازی های دور انداختنی و اینکه بچه های فقیر شب کریسمس خوشحال باشن. بچه ها براتون دعا میکنند خانم ها. شب بخیر. شب بخیر. ولی قبل از رفتن میخوام یه خبر محرمانه بهتون بدم. چی شده؟ محرمانه هست اگه بشین. راستش ما فکر میکنیم این دور اطرافی خبرهاییه. این اواخر چند تا پیره مرد گم شدن. ما فکر میکنیم یک قاتل پیدا شده. خونه شما هم نزدیک به قبرستونه. گفتم یه خورده بیشتر مراقب خودتون باشید. باشه مراقب. شب بخیر زدفان. متشکرم. از خبره محرمانتی هم قبولیم. خدا نگهدون. جورجی، جورجی امه بیا پایین. بله امه جا. عزیزم باید دوباره بری بغداد و یه سنگر دیگه بکنی. خبر خوب خبر عادی نیست. هست فورا برای سفر آماده میشم. عزیزم من که بیرون بودم نمیتونستم تفرم تو علاده تو برسی. یکی ممکن بود از را برسته. خواهد خودت تنهایی تونستی؟ اصلا ببین کوچیک و ظریف بود، هیچ به کمرم فشار نمید. اوه میرم پایین برم. نه من تونستم برم. هر از ممکن بود یکی بیاد نه یه نگاه تو صندوق همون بیانداز. خب یه دقیقه نیانداز ببینم کیه. خواهی پایی برسته الین قشن. وقت بخیر میشه زنی، وقت بخیر میشه زنی. مورتینه هنوز نایمده؟ آمیه. ما باید با مورتینه درباره این کارهایی که با تو میکنه صحبت کنیم. بلش کن جمعونه کنیم. یه جنتلمن باید بفهمه وقتی یه دختر خانم ها میخواد ببره گردش باید بره جلو در خونهش دنباله. راستش فکر کنم اگه خونه ای دختر خونه ای که شیشه محله باشه خیلی از آقایون کلن بی خیال ماجرا بشن. ولی ما به یه تذکر زبانی میدیم. نه خواهش میکنم این کارو نکنی. چرا؟ بعد از اون جوونایی که فکر میکردن بهترین گردش شبانه برای یه دختر کشیش اینه که ببرمش جلسه دعا، الان دارم کیف میکنم که هر شب آبراه میرم تا عزیزم. خب البته این خیال ما راحت تر، چون اگه مورتیمه مجبور اون نمایشه رو که میبینه ببینه چه بهتر که دختره یه کشیش که نار دستش نشسته باشه. من برمیشی زمانتا عزیزم. امیدوارم در مورد ما دختره که تا این ساعت شب میداریم فکره بد بد نکنیم. آه نمو چکرم. راستش داشتم فکر میکردم بهتره هر چه زودتر بود دوامو برم به پدرم شب بخیر بگم تو نیمه شب برای من بیدار نمونه. اگه مورتیمر اومد بهش بگیم سلام مردی کردم. سلام مورتی. سلام عزیزم. سلام به همه ها. جایی داشتی میرفتی؟ داشتم میرفتم پدرم رو عوض کن ببوسم. اوه نمیدونستم هنوزم از این کارو میکنم. حتی تو بروکنی ببخشید. سرش نزدادی که داشت میرفتی. ممنونم. آبی عزیزم با تو آشپزخونه یه کارایی داشتیم. چه کار داشت؟ آبی چای و قهوه و این چیزا دیگه. چای و قهوه و این چیزا یعنی شما راحت راحت باشی. ممنون. چه خبر؟ حیفه ها راحت. کیف کردی چطوری بهمون نخ دادن؟ نه اینجوری دیگه خیلی تاب دوست. آه میدونه سهله همینو میگی. میدونی مورتی خیلی خوشحالم که با هم امشب داریم میریم به تئاتر موزیکال. ولی اون موزیکال امشب افتتاح نمیشه. نمیشه؟ نه عزیزم دیگه باید قواعد رو یاد گرفته باشی. یه موزیکال همیشه 4 تا اسم عوض میکنه و 3 بار زمان نمایشش عقب میفته. ولی من امیدوار بودم با هم امشب بریم یه موزیکال. برای تو چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. بعد از تئاتر جدی ما باید بریم به جلسه نقد و بررسی مزخرف در مورد درام. ولی تئاتر موزیکال یه جور تاثیر احساسی روی تو داره. تو بعدش منو با تاکسی میبری خونه، چند تا تیکه بهم میندازی، لام میتره کنی، نازم هم میکنی. انتقاداتت اصلا دقیق نبود عزیزم. یه بوده بعد از اجرای من از تو به من گفتی که زیبایی اصیلی دارم. یکی از وحشتناک‌ترین حرفایی که میشه به یه دختر زد. ولی بعد از اولین موزیکالی که دیدیم بود که تو به من گفتی
پاهای قشنگی دارم که دارم. معلومات در مورد زندگی به عنوان دختر یک کشیش یکم زیاد نیست؟ اینا رو کجا یاد گرفتی شیطون؟ تو جنگای همسرایی شیطون. آه واجب شد یه روز رابطه نزدیک بین اروتیسم و مذهب رو برام توضیح بدم. اوه ولی لزومن همه همسرایان مذهبی نیستن عزیزم. ولی دختر یک کشیش مجبوره به مسائل شرعی اهمیت بده دیگه نه؟ ولی به همین خاطر فکر میکنم بهتر تا چند سال دیگه دختر خوبی باقی بمونم. ولی من نمیتونم قول بدم پسر خوبی باقی بمونم. لازم نیست تظاهر کنی انقدر دوستم داری. ولی من عاشقتم. بازم رو بازید نکن مورتیمر. ببینم ممکنه سریع ازدواج کنیم مثلا همین امشب. مورتیمر؟ ولی پدرم به شما به رسمی خیلی اصرار داره. میشه از پدرت خواهش کنی امشب بیدار نمونه؟ ولی بهتره خواهش کنم امشب بیدار بمونه. به هر حال من به دوستم زنگ میزنم به روسری نمونه از کارهای عروسی رو بفرسته. باشه همه چیز رسمی و قانونی، فقط دیرتر از ماه آینده نباشه لطفا. سلام مورتیمر. آه چطوری آقای رئیس جمهور؟ عالی متشکرم. آفرین. چه اخباری برام آوردی؟ مایلم به اطلاعتون برسونم که اکثریت کنگره پشتیبان شماست آقای رئیس جمهور. بله میدونم. این واقعا عالی نیست؟ هست هست. خب خداحافظ. قربان شما. بابا زیر زمین رو میگه داره اونجا برای سنگر حفره میکنه. آخه خیلی باش مهربونی مورتیمه. جورج همیشه برادر مورد علاقه من بوده. مورد علاقه؟ مگه تو غیر از جورجی برادر دیگه هم داشتی؟ یه برادر دیگه هم هست، جاناتان. پس چرا من تا حالا اسمشو نشنیدم؟ شما خیلی دوست نداریم در مورد جاناتان حرف بزنیم. خیلی زود از بروکلین رفت. جاناتان از اون پسرهایی بود که دوست داشت کرما را با دندنش نست. آه بابا حالا کجاست؟ چی کار میکنه؟ نمیدونم. خیلی وقت ازش بیدونم. بچه ها بچه دیگه دیره جوشه ها. نه هنوز نیم ساعت وقت داریم. ما موقعاتون نیم ساعت چه ها که نمیکردیم. نه عزیزم من داشتم میرفتم یه کوچولو پدرم ببینم. آخه قبل از اینکه با تو برم تا دلش میخواد یکم برام دعا بخونه. از وسط قبرستون میرم و فورا برمیگردم. نمیترسی؟ او عزیزم چند قدم تو قبرستون که دیگه ترس نداره. مراقب خودت باش عزیزم. به پدر سلام برسون و بگو آنچه را که خدا حلال کرده است تو نباید حرام بپنداری. ایجی؟ بله. اینجا تنسیده که داشت اینجا؟ نمیدونم. مرشیمه عزیزم میدونی هم بچه که سالا این اولی باری میداری واسه اما حبی از انتیزم نبایی میکنی؟ آفری. من به این ماجا گفته بودم. گفتم مقدم معاشرت با دختر یک کشیش اینو درستش میکنه. آره و به همین خاطرم هست که خیال دارم باش ازدواج کنم. چی کار کنی؟ ازدواج. واقعی؟ بله. ناز بگیم. بله. مادا بیا ببین مورتیمه چی میگه؟ میخواد با ایلین ازدواج کنه. مورتیمر عزیزا واقعا بتبریک. حالا ما خودمون یه بوهایی برده بودیم. اوه پس حالا همه بروکلین خبر دارن. ای واقعا دختر خوششم. چرا بدبخت؟ چون آخر عمرش اولین کسیه که میتونی یاد داشته میتونه بگونه عزیزا. یادداشتام جنایت فاش خواهد شد. وقتی پرده بالا میره اولین چیزی که تماشاگر میبینه یه جسده. عمه عبی عمه مرتبی این اینجا لطفا.
عمه عبی، عمه ماتا. این چطوری؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم. مبارکه. شما یه برنامه‌ای داشتین برای که جورجو بفرستین به آسایشگاه هپیده. همچنین بی موقع میزنیم، خیلی خوب داریم برگاهشون جز باید به موقع میزن کنیم. ولی همین الان باید امضاشون کنه، همین الان. کنی ولی اون باید بره آسایشگاه هپیده ای، همین الان. بعد از مردی ما میره. آره، من و ما تو حرفشو زدیم. اگه کیس خون بی برامون پیش کرد، خودمون تا آخر اون ازش نگهداری میکنیم. گوش کنی عزیزای من واقعا متاسفم، ولی خبرهای تکون دهنده ای براتون دارم. با چی شده؟ الان ما هممون باید سعی کنیم خیلی خیلی خون سر باشیم. چطوری بگم؟ یادتونه ما هیچ وقت سر به سر جورج نمیذاشیم چون فکر میکردیم تفلکی خیلی بیازاره. واقعا بیازارم هست. دیگه نیست و به همین دلیل هم هست که باید بره آسایشگاه هپیده، باید دست و پاشو ببندم. چرا بابا رو در تقیه های بد شدیه؟ من باید یه واقعیتی رو بهتون بگم، همین الانم باید بهتون بگم. فقط باید قول بدین آرامشتون رو حفظ کنید. آرامشتون رو حفظ کردین؟ مال ما حفظه، مال تو حفظه؟ بله، چطوری بگم؟ جورج یه نفر رو کشته. عزیزم بدیدی چیه جسد تو این صندوقه؟ اونا که میدونیم ما. شما میدونیم؟ جوج نداره. تو همه کلت بنداز بیرون، کلم فراموش کن جان دلم چی دیدی. فراموش کنم؟ آره بابا، ما چه میدونیم اینه بچه گیاس میزونی میکنی در صندوق همه رو باز میکنی؟ ببخشید میشه بگین اصلا این کی؟ بله چرا نمیشه؟ اسم این آقا هاسکینزه، آدام هاسکینز. و این تنها چیزیه که دربارش میدونی؟ همین؟ نه آخرش که داشت جون میداد من فهمیدم موزیسیانم هست. همین؟ خب اینجا چی کار داشته؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ مرده عزیزم. عمه مارتا آدم که نمیاد همینجوری بره توی صندوق بمیره. خیلی عزیزم، اول مرد بعد رفت. خب چجوری؟ چجوری؟ خدا چجوری؟ چجوری؟ این یه بچه که ها کامده این بود چجوری؟ چجوری؟ عزیزم یاد باشه این لباسه تو برات برد تک کنم. اینو باید بشورم. ببین علت مرگش این بود که نوشیدنی خود که توش سم بود. سم چطوری رفت توی نوشیدنی؟ ما ریختی بهش تو نوشیدنی چون اینجوری کمتر جمع توجه میکردم. دیدی خوشگله من میریختی تو چای بوی بعدی میگرد پیش که نمیخورد. شما توی نوشیدنی سر ریختی؟ بله عزیزم تفلکی عبی چون دستم ها بوده مجبور شده خودش تنهایی آقای هاسکینز رو بذاره تو صندوق. نه هاسکینز این تیپ هنری ها بود باریک بگم 30 کیلو. نه بگم بس دیگه جواب سوالاتو گرفتی. برو ما دوتایی با همدیگه جشن بگیریم به خاطر ازدواج تو. بالاخره دوتا دختر تو خونه به این بزرگی یه راز کوچولو میتونن داشته باشن. کوچولو؟ آره عزیزم میخوای اینم چیزی نگم. عبی جان پاک فراموش کردم اگه دوتا خانم شوت سیارم. اون شوت بهتر شده؟ نه خواهش کرده اگه میشه دوباره پسرشو ببرد سینما. خدا شفاش بده ولی پسرش خیلی خوبیه که هی ما رو برای اون پیپ دراک کنی یا خیلی پسیده باید هم بگیریم نامه بریم همه که پیپ دراک کنیم ببینیم گوش کنیم ببینید اما ما الان واقعا چیکار باید بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ خدای من جسد آقای هاشکیسو ببینید الان مسئله اینه که من نمیتونم شما رو تحویل پلیس بدم. لازم نیست من نگران باشی عزیزم. حالا همینجا نگفتم بنداز کلت بیرون من نفته. یعنی واقعا هم عبی متوجه نمیشین که باید این کاری کرد؟ آلا محضر خداوند بالا سر احمد باگن تا اینجور اینجوری نکن و باشه موجود به این کوچیکی با این سه نگاهی پیره در عرم چنگه به پا نکن. ولی آقای هاتکی سر نمیتونین بذارین همینجوری اینجا بمونه. خیالی نداریم عزیزا. پس بکردی جورجی جا ماسی که داره اون پایین زنگر میکنه. منظورتون اینه که میخواین آقای هاتکیس و آسکیز ایسکیز چه فرقی میکنه؟ میکنه جانم به مرده باید حرمت گذار. ببین هاتکیس که میگه حرف بده واقعا ما تا با هاتکیس فرق نمیکنه. فرق داره هاتکیس فرق داره. باشه اصلا هر چی شما میخواین این آقا رو توی زیر زمین دفن کنی؟ بله این کاری بود که با بقیه هم کردی. نه 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 این کار چندان متمدن بقیه آقای
آیون. تو وقتی میگیم بقیه منظورتون بقیه هست یعنی بیشتر از یه دونه. آره عزیزم بذار حساب کنم ببینم فکر میکنم با این یکی میشه 11. آره تو نهرو دیگه. الو چند روز بعد از اینکه تو رفتی از این خونه نیویورک دنبال زندگی یک آقای اومد اینجا دنبال اتاق پیرمرد خیلی تنهایی آخ اما بسته کن و قوم و خیششو در یک دانه هر دست دادم و دلم بره قم ما کنی دلم بازش سوخ بعد خیلی باش حرف و گپ زده ولی همون جوری که دوره این فیتنه شده بودیم اون یه لفه سکته کرد ما همین جمع نشسته بود که تو نشستی اتفاق بشین بعد من گفتم ما تا این مردا گفت چی گفتم مردا گفت چی گفتم بابا بیا نگاه کن ببین آقای تالده آروم شد نگاه کن ببین چه آرام بشی الان جوش موج میزنه بعد ما اون شب تا صبح با هم حرف زدیم بالای جنازه با هم حق وطن شدیم که این کار واسه بقیه پیرمردهای تنهای دیگه هم بکنیم تا اونا هم به آرامش برسن در راه رضای خدا نترسیدین یه جنازه روبروتون بود؟ اول خود ترسناک ولی یه جورایی خیلی نوستالژیک چی؟ شده بود این اون قدیما که پدر بزرگه همیشه یکی دو تا جسد تو خونه داشت یاد بده همی؟ اتفاقا اون روز جورج داشت و بعدا سنگر میکرد جسد رو که بی فکر یکی از این سربازای جنگی که تو جنگ کشته شده قدیه ما اصول مذهبی ما باید فوراً دفن نشیم و اینطوری شد که جسد رو بردیم بعدا گذاشتیم توی یکی از سنگرهای این جور حالا میشدی ریسک رو بکنیم که دوباره این اتفاق میفته نمیشد بنابراین نوشیشه های سمکی سالا تو قفصی آزمایشگاهی پدر بزرگ خاک میخورد و یادته استاد جوشونده آورد و ترتیبش میداد توی بطری نوشیدنی میوه آبتی یه قاشق آرسنیک میریزیم یه قاشق استریکلین اضافه میکنیم و یه مقدار خیلی کم سم سیانید فقط واسه محکم کنیم چه وحشتناک من پیه زنم میترسم یواش میخواستم بگم ما تو رو میخواییم با افکار تنها بذاریم بله بفرمایید میدونی چی شده اگه بهت بگم باورت نمیشه پدرین من هیجان دارم منم از اول تا آخر قصه‌مون رو بهش گفتم مورتی اون امشب برای من بیدار نمیمونه الی برو فردا با تماس میگیرم ولی ما امشب داریم با هم تئاتر امشب نه امشب نه ولی آخه امشب بیدار نمیمونه چی پدرم امشب چرا آخه چی شده؟ تو حالی خوب عزیزم؟ یعنی یه طوری شده اوه چی شده کچوری نکنه شبه که از دست دادی؟ نه شبه همو دارم نه فقط امشب نمایشه رو میبینم نداره دوست دارم برای همون نمایش جدی هم همراه بیام نمایش جدی؟ نه اصلا برنامه عوض شده امشب میرم یه تئاتر تجربی میبینم از اینکه یه پروجکشن فیلم نشون میده چند تا خانم عجیب میزنن نه خیلی خوب الان کجا بفرمایی خودت افتاده؟ نمیتونم عزیزم نمیتونم عزیزم ما اگه قرار ازدواج کنیم ازدواج؟ یادت رفته؟ تو همین یه رو پیش به من پیشنهاد ازدواج دادی؟ من دارم پس کی داد؟ آره من دادم قرارمونم هنوز سر جاشه حالا این برو خونه من یک کاری دارم عزیزم این نمیشه که توی دلیل به من پیشنهاد ازدواج بدی من یه دلیله و من از خونه بندازی بیرون الی من تو رو
از خونه بیرون نمیندازم. فقط میشه ازت خواهش کنم از اینجا بری. نه نمیشه. تو بعد من تو زیر یعنی الان ببخشید بوچه من دارم با تو حرف میزنم. عزیزم هر یه دقیقه گوشی رو نگه دار لطفا. ببین عشق من تو خیلی نازی و من عاشق تو هم، ولی الان فکرم مشغوله و ازت خواهش میکنم بری خونه و منتظر تماس من بمونی. باشه میمونه که قشنگم. میمونه که قشنگم؟ با مار موله که من دوستم. ببخشه بای بوتیمه تو باش قاسی شم میداری من هم میمونه میکنی. سلام هم سلام هم چیکار کردی؟ یعنی چی چی؟ یعنی تو کل بروکلین نمیتونی یه منتقد تئاتر پیدا کنی امشب بفرستی جای من اون نمایش لعنتی رو ببینه؟ اون پیک موتوریه چطوره؟ پسر باهوشی یا قد بلنده؟ ها ببین شمارش بالا داره. اون تایپیست هم خوبه. یه وقتی دیگه اسمش پیتره، یه وقتی دیگه پیتر بروکلین دیگه از آب در من. این در رو یکی باز کنه لطفا. شماره این دو نفر رو بدیدم. الان دیگه کی اونجاست؟ دیگه کی هست؟ ای بابا خب کیه؟ سلام، شب بخیر. شب بخیر. خندم یه اتاق بازه اجاره داریم. اتاقم داریم، بفرماییم. شما خونم این خانه هستی؟ بله، من دوشیزه بروستل هستم. دوشیزه؟ چیه خب هنوز دوشیزه کنیم؟ دیگه هم داره مالتا خواهرم به دوشیده دوبار. اسم شما چی آقا؟ من گیبز هستم. اوه آقای گیبز، ما دیگه کم کم میخواستیم میزو برای شما آماده. نمیخواید اتاق رو نشونم بدید؟ اوه مالتا گیبز هم اوناش که خیلی آشیشش دونده. اگر از اتاق خوشم میاد این کار چندان پایزی نداره دوشیزه. عزیز من بذار اول یکم با هم آشنا بشیم. مالتا یه کاری میکنه از اتاقم خوشتون بیاد. خب ما یک مصاحبه کوتاه ببخشید، آیا منزل شما در بروکلین است؟ من خونه ندارم، معمولاً تو هتل میمونم. هتل میمونم؟ آیا شما خانواده بستگان یا قوم خویش دارید؟ خیر، تنهای تنها. یعنی در دنیای به این بزرگی گیبز به این جنتلمنی تنها مونده؟ بله. ای بابا عجب روزگار مزخرفی. آخه ای مارتا خب جایی اومدین آقا، خدا دوستتون داشته. ما شما رو اینجا به آرامش میرسون. آرامش؟ بله، اگه اهل کلیسا رفتنم باشی یه کلیسای کوچولو همین بغل هست. من آموزه‌های بودا رو دنبال. اوه خیلی جذاب و متفاوتی گیبز، بودایی طرف. اگه من بهش گفتم بزنه بره، خب بگم یکی دیگه رو پیدا کن. الان کی دیگه اونجا؟ بله، ما برمکانه. من لب با الکول نمیزم. نه این الکول نیستش، این میدونین از چیه؟ اون موقع که ما سه تا بچه بودیم یادتون چقدر میوه آختی فراوون بود رو درخت؟ نوشیدنی خونگی آختیه. من از بچگی لب نزدم. علی دقیقا بزرگ شدی که دیگه لب بزنی. من یه قدم صرف بودم. بله ما همه کار میکنیم، شما اونو با آقای زنی لکس جی بفرمایید. خیلی خوشتم و خوشتم. نه آقا نه نه خواهش میکنم. نه بفرمایید بیرون. این بچه گلاش بوده. اینجا دیوونه خونه است. بله دیوونه خونه است. هم میریزن توی نوشیدنی آختی آخ به خورد امثال شما میدن فوت میکنین در شب توی همین زیر زمین دفنتون میکنن آقا. اگه میل داشتید اینجوری فوت شید و دفنتون نشه بیارید این طرف آخ. بودم خیلی کار زش بود. ازن نمیدن این بودایی بود و کلکسیون اون پایین تکمیل میشد مارتا. ببین شما نباید به این کارتون ادامه بدید. من نمیدونم چطوری براتون بازی بدم. این کار شما نه تنها جرمه، کاملا غیر انسانیه. عزیزم اوتینه تو به این کارا میگی غیر انسانی؟ بله. یه منتقد خوب نیست از اخبار روز دنیا بی خبر باشه. کدوم اخبار؟ اخبار مربوط به خودمردگی. چی؟ خودمردگی نشدیدی؟ ببین الان در کشورهایی که خیلی متمدن و کار درستن، خود دولت میخواد کم کم اجازه بده که آدمهایی که پیر بیمار و تنها هستن خودشون شخصا بتونن خودشون بمودونن که راحت بشن. خب اگه دقت کنیم ما هم داریم همه کارو میکنیم عزیزم. آره تازه با کمترین امکانات که امکانات خونگی بیشترین سرویس هم داره به مراجعه میده. خدای دیگه چی میخواد؟ من نمیفهمم آخه این چه ربطی به اون داره؟ من نمیفهمم.
این که هیچ کاری نکنید. فهمیدین؟ هیچ کاری نکنید. کسی رو دیگه این خونه راه ندید. در ذهن بذارید اون آقای هاتکیس همون جوری همونجا که هست بمونه. شما رو به پدر مقدس قسم میدم. قول میدین؟ قول بدیم آبی. دیگه الان پای پدر مقدس وسطه میشه نداد؟ قول. قول بدینا. خداحافظ. ممکنه چند تا دونه کاغذ به من بدین؟ بخوام نقدم و تو راه رفتن تو تاکسی بنویسم تا فرصت بیشتر داری ماجراتون داشته باشم. اگه تاکسی می‌نویسین اینطوری میشه دیگه بفهم. قول دادینا. قول آفیس. اوه این مرتیبر امروز خیلی به ما گیر داد. من می‌دونم این چشم. چشم بود؟ این عزیزم یه الان داره ازدواج میکنه. خب مردم تو همچین موقعیت های علکی بهانه گیر میشن. آره این اصلا موضوعش ما نبودیم. خود فراموش کرد آبی. یا نه ها کیاده بود بچی واسه من روزم آقای هاسکینز چی نبودیم؟ ببین هاسکینز خیلی هنرمند بود تیپ هنرمند در اون موقعش داد اوه چه هرچی از ما به مرتیبه قول داریم در بازدن آره یه نگاه که میتونیم اندازه ما پدر مقدس نگفته نگاه نه کیه؟ دوتا مرد پیه من؟ درست نمیدونم ببینم به شورنگار باید یه ماشی بود بیا بیا مانه بود کنیش که نیست مانه بود کنیش که نیست مانه بیا تو دکتر. میدونی دکتر این خونه خونه بچگی منه. سالها پیش برای اینکه از اینجا فرار کنم لحظه شماری میکردم. ولی حالا خوشحالم که فرار کردم و برگشتم توش. آره کنی به نظر مخفیگاه خوبیه. رو حساب من اونا هنوز باید اینجا باشن. خانواده بروستر. گویا منتظرمون بودن آقای دکتر. شایدم برای برگشتن پسر ناخلفشون گاوی بکشم. گاوی ندارم که بکشیم آقا. شما کی هستید اینجا چی میخواد؟ سلام عمه ابی، عمه مارتا، منم جاناتان. نه، ما اینجا جاناتان ما نستیم برو بیرون. چرا من جاناتانم و اینم دوستم دکتر انیشتین. بخشی ما رفتار رو دو دنیا با تلیم انیشتین مرده. نه دکتر آلبرت انیشتین. دکتر هرمن انیشتین. نه تو بردارزادی ما جانتان نیست. بله جانتان ما از تو خیلی بده. یکی شریفی ها برو بیرون. عمه ابی میبینم هنوز انگشتری که مادر بزرگ بروسر الان نفرات خریده بود دستته. و تو عمه مارتا. هنوز یقه بلند میپوشی تا زخم اسید های پدر بزرگ رو بپوشونی. صدا شبیه صدای جانتانه. عمه ولی خیلی دارون ندونه. بذار ببینم دو تا دکتر چیزی کردی جانم؟ صورتم کار دکتر انیشتینه. اون جراح پلاستیکه چهره مردم عوض میکنه. ولی من انگار این قیافه رو قبلا یه جایی دید. چرا اینجوریه؟ آبی یادت با پسر شولتز رفتیم سینما؟ سلام آقای فلان داشتم. نه با تو دکتر شنیدی اینام چی گفتن؟ من درستش میکنم. افکرمه ها میگه. من بشی من درستش میکنم. من تو پنج سال گذشته سه بار قیافه جانی رو عوض کردم. بار اول کردم به شبیه جورج کلونی. بار دوم دو سال بعد انریکه ایگلسیاس. سه چهار ماه پیشم تصمیم گرفتم بکنم به شبیه دیوید بکام. اما اعتراف میکنم که منم شب قبل عمل همون فیلمی که شما میگین رو دیدم و احتمالا موقع عمل تو لایه های پنهان ذهنم یه مقداری از تصویر فرانکشتین بوده. بله من قصدم دیوید بکام بود. الانم اگه دقت کنید ببین توجه کنید
از یه زاویه های شبیه دیوید بکام نیست؟ نه نیست؟ دیدی چانی عمه هاتم تایید کردن که تو شبیه دیوید بکامی. حالا دیگه بیخیال شو. ببین بعد این همه سال برگشتی به خونت، این خونه بزرگ و قشنگ، عمه هاتم تو رو شناختن. مگه نه خانم خوشگلا؟ آره جناب من عزیزم، این همه وقت کجا بودی؟ چه کار میکردی؟ خب لندن، کیپتان، ملبورن، نیویورک، ولی الان خوشحالم که برگشتم بروکلین. و شما عمه های نازنین اصلا تکون نخوردید. همونی هستین که بودید، همونقدر ناز و جذاب و مهربون. اینجا دستی جور چی کار میکنه؟ بالاخره وارد سیاست شد؟ دکتر برادر من همیشه دوست داشت رئیس جمهور بشه. جورجیه خوبه، اون یکی مورتیمر خوبه. بده از مورتیمر بی خبر نیستم. هر روز عکس نحسش و بالای ستونش تو روزنامه میبینم. دکتر برادر منتقد من بالاخره با رفتن تو روزنامه ذات پلیدش رو نشونه همه داد. داد خیلی ما تا جمع کنیم. جانتا عزیزم یه دقیقه صب میکنی، البته اگه عجله نداری بری از اگه عجله هم داری دیگه دیدیم من دیگه خدافر باری مورد. دکتر آره شد، من باید هرچی سریع‌تر صورتت رو عمل کنم برای اینکه پلیس عکسش با این قیافه داره. ولی ما باید یه جای عملت پیدا کنیم. البته یه جای واسه اون آقای پانزو. نمیخواد نگران اون آدم فروش باشی. ولی چاری ما یه جسد رو دادم. آقای پانزو رو فراموش کن. ای آخه نمیشه چی بندازی پشت ماشین بعد فراموشش کنی. اون گند میگیره. بعدم اون راننده بدبخت چیزی نگفت کشتیش. چیزی نگفت. مگه نمیکشم تو رکورد می‌زدی؟ کسافت گفت من شبیه فرانکش شاینم. این هم نکشم چون امنه هم بودن. تو این برای رسال من آبادی دکتر خدا لعنتت. درستش میکنم چنی؟ درستش میکنم؟ لئوناردو چطوره؟ لئوناردو؟ دیکاپریو تایتانیک؟ روز؟ جک؟ روز؟ جک؟ همون که روزو برد تو که جک همین امشب. الان که نمیتونم، الان لایه های پیمان ذهنم درگیر عمه ها تحصیل نمیشه. همین امشب همیشتم باباشه. ولی کجا؟ آزمایشگاه پدر بزرگ یا آقای دکتر؟ یه اتاق عمل بزرگ با 10 تا تخت اون بالا زیر شیرمونی. واقعا؟ عالیه. اینجا میتونه سالها پایگاه ما باشه همیشتم. ماه میشه چنین؟ فکرشو بکن، یه خونه قشنگ، یه نشیمن بزرگ، اتاق خواب دنج و راحت، با دوتا تا امنه یه گوگولی موگولی. از کجا فهمیدون نداشتم؟ یکم سوپ سبزیجات معطر. امیدوارم بخورین سیر بشین. سوپای داغ عموی، جوشونده های ام مارتا، دلم لک زده بود آقای دکتر. چه عطری داره؟ میدونید من از این احساسی که شما نسبت بهم دارید تعجب نمی‌کنم. همه ها خدا همیشه با یه آدم ما میدونم ولی الان سال هاست دارم دنبال آرامش میگردم و امشب تو این خونه پیداش کردم. دکتر این خونه همیشه هم اینقدر مرتبه و اینجور که معلومه خیلی هم آرومه. جورجی، چی رو پیدا کردی پسر؟ زندگی نامه‌مو، جنرال؟ جنرال؟ جنرال یعنی؟ جنرال؟ نمیفهمه؟ آفرین، این عکس رو ببینید. ما دوتایی اینجایی، پرزیدنت بوش و جنرال رامزفیلد در پایگاه بغداد
این منم و این توش. آه چرا عوض شدم من؟ آخه میدونی این عکس هنوز گرفته نشده چون ما هنوز کاری رو شروع نکردیم جنرال. ما تازه داریم سنگر میکنیم و حالا جفتمون میریم بقا و میزان پیش رفته سنگر جدید رو برمیشیم. نه نه بقا داریم جورج امه تو نگاه کنون ببین اصلا بقا دوره میشه رفت مزخرف نکن جنرال همین پایین توی زیر زمینه. زیر زمین؟ آخه ما اجازه دادیم جورج سنگرشو تو زیر زمین بکن. جنرال رامسفیلد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده و فرمانده ارشد از تو میخوام که همراه من برای بازدید سنگر جدید بیاد. همین الان به چکیره جورجی فکر میکنم وقت خوابته. آره 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 اوه یادم افتاد قبلا یه جایی دیدمش فکر کنم توی جنگل آفریقا بود یا صحرا گرمه تو چی آقای رئیس جمهور اگر موافقین با هم بریم همون بغداد پیشرفت سنگرا رو ببینیم. آقای جنرال میدونی که سمت جنوب قلب خاورمیانه سرزمین طلایی سیاه جنرال طلایی سیاه عزیزم میبونی اینجا دیگه اون مکان که فکر میگردی آروم نیست. در هر صورت ما یه چند وقت اینجا میمونیم من به هم. نه شما نمیتونید اینجا بمونید جانتان چون ما اتاقامونو لازم داریم. لازم داریم؟ بله واسه مستجرامون لازم داریم. شما تو این خونه مستجر داریم؟ ما حالا نداریم ولی ممکنی داشته بشیم. خیلی خوب پس لااقل اتاق قدیمی من باید خالی باشه. نه نیست جانتان شما نمیتونید اینجا بمونید. و زودتر اتاق من رو آماده کنید. چطور؟ ما امشب اینجا میمونیم تو اتاق من اون بالا. چه کاریه چنی؟ تو برو بالا تو اتاقت بخواب. منم همین پایین میخوابم. مثلا روی این کاناپه اینجوری مراقب خوندن هستم. اوه ما به مراقبت کسی نیاز نداریم آقا. آره شاید من بعد 60 سال امشب دلم مراقبت. آبی عزیزم رادیو نمیداره من با کسی بکنم انیشتین آجتابا چایی؟ چایی؟ میدونی تو زیزن چی دیدن؟ چی دیدی؟ اون پایین جورجی رو حضر کرده 6 فوت در 4 فوت. خب دقیقا به اندازه آقای پونزو آقای پانزو چه شوخی بامزه ای انیشتین عمه های گوغولی من با یه جسد تو زیر زمین. میگم چطور ماشین رو بیاریم پاشو پنجره رو جسد رو پنجره بیاریم تو انیشتین نظره چیه؟ عالیه وای چایی باورم نمیشه بعد این همه در بدری خونه، غذا، جای گرم، عمه، اونم دوتا! بهتره میشه زیاده روی نکنی آقای دکتر چون فردا موقع عمل من دیگه باید سر عقل باشه انیشتین لعنتی جانان جان عزیزم، اتاق تازه بفرماییم بچه ها خیلی خوب، پس شما زودتر بگیریم بخوابیم من انیشتنم بعد از اینکه جای پارک ماشین رو عوض کردیم نه نه، شما اول بخوابیم جای پارک ماشینتون هم خوبه من فکر می‌کنم اون جایی که پارک کردیم خلاف مقررات قانونیه. شب بخیر. شب بخیر. ای خدا این همه من تو کلیسای تو دعا کردم آخر عمری باید من که دراکولا فرزندی پر میدم ما شما باید اون آقای فوری مراسم خاصی باریشو بگیریم پنجره رو تو بپا نه نرسیم من بدیم که قدیم شدم ببردش کنم همه یه سرباز شجاعی دیگه هم تو جنگ از دست دادیم باید فوری بری بغداد یه سنگر دیگه هم بکنیم. ای داد اگه جنرال بفهمه دلخور میشه. خب پس بهتر این راز بگیم واسه تا بگیم عزیزم. راز نه! آقا جاگ ملیه، محفظ ملیه، آقای رجبون خواهش میکنم قول بدیم. خب؟
آجا برو قولیشو بگی. به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده سوگند. خیلی ممنون آقای دکتر. پس خواهش میکنم تشریف ببریم پایین، یه علامتی بین ما باشه، چراغاتو خاموش شد تشریف بیاریم بالا، اون سربازشو جا ببریم بذاریم توی سنگر. علامتمون چی شد؟ چراغاتو خاموش شد. خب به شرطی که اعلام بکنید رئیس جمهور با خانواده این سرباز اعلام همدردی کرده. میکنی حالا بدبخت کجاست؟ چراغاش اینجا سرباز نباشتن. باید سرباز بیش بردار. اینا که رسیده اون جوشونداد که بلدی خواب آور قلیز درست کن بخوابم ما بریم این آقا رو مراسته باشو میخوابم اگه توی مراسته با برو برگذاریم. شما که هنوز نخوابیدید. آقا ما میردنیم دیگه، بیخوابی داریم دیگه. خواب ولی امشان باید زود میخوابیم. باشه نه ما نمیخوابیم. نشتیدی چی گفتم من به مارترا؟ باید میخوایی خوب آقای دکتر، میشه جان خانجم که اومده ایم و رفتیم بخوابیم به خدا؟ باش، شب اصلا بهتر امشب همه زود بکریم بخوابیم. باش، من امره ها میبخوابیم. دکتر، امره ها تو اتاق خودشون، ما تو اتاق خودم. چرا های لعنتی کجا هست؟ امره که شب داده هست. شب خیلی هم نبی. امره بلدیستم خوب، یادت میگم. چرا اینجا همه حالش بده؟
زبی؟ دوشیز مارتا؟ خوابیدی؟ کی بود؟ جورجی؟ توی؟ به نفت آروم باشی خانم کوچولو. چرا آقا دکتر صدات در بیاد کار تمومه دختر. اوه خدای من چایی اینم چه خوشیه. تو کی هستی؟ من الیکار برم همسایی خانمای بروسته. اینجا چی کار میکنی الیم کوچولو؟ من از بیرونی چیزایی دیدم نگران شدم بایدم ببینم چه خبره. خواهش میکنم این چوب رو از رو گردنم بردم خود میرم سر و صدا نکنم. اوی دکتر یه دونه از اون شادگردنان خوشگل به خانم عروس هدیه بده همین الان. آخی ای شما قدام که این پورتینه میگفتم بجنس نیستی بطور دکتر مواظبش باشم اشتر میخوام به موقعش این آس و با پورتینه رو کنم. شما بداری با این مواظبش برگشتم خونه مرتیمه حرفم میزنه؟ آره قیافش هم عوض کرده بهتر شده البته. تو همه جوریش هم ترسناک بودی دیگه نیازی نبود خودت رو شبیه فیلم هایی ترسناک کنی. یادت مرتیمه وقتی بچه بودیم تو سبا چی کار میکردم؟ نه سوزن زیر ناخونات درد یادم میاد به خدا خودتی جانتان تو یه جونور تمام عیاری. این جونور برگشته اینجا بمونه آقای مرتیمه؟ نه نه این کار نداره. چرا ما اجازه دادیم امشب اینجا بمونه؟ خوب نیست آدم زیر حرفش بزنه اصلا عزیزم. خوب نیستم امشب. فقط همین امشب. وای خدای من تو دیگه کی هستی؟ ایشون دکتر انیشتر همین که برادر تو قشنگ‌تر کرده. شما دستت سنگینه خانم کوچولو. وای خدای من دارم دیوونه میشم. دیگه دارم دیوونه میشم. عمه مارتا اینا کجا قراره بخوابه؟ وای سابقه جاناتان از اینجا. همین نمیشم. اونجا که اتاق منه. بله به نظر من حق و مرتیبه. بهتره که مرتیبه بره تو اتاقش بخوابه. من تو پایین بخوابیم. تو رو این کاناپه بخواب. منم به یاد دوست قدیممون آقای پانزو میرم روی صندوق میخوابم. صندوق؟ نه 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 صندوق مال منه. من روی صندوق میخوام شما میرید بالا توی اتاق. نه ما نمیخوایم مزاحم شما. مزاحم نیستین من روی صندوق راحتم شما برید بالا. بس دارید دفعه بهتون بده شما برید. نمیشتم ما امشب میخوایم پایین. نه 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 ن
پایی میخوابی. راحت تو این اوضاع ببینه بعدم نمیگم به ما تا عشق کلن زمان و مکان نمیدن. حالت تو من سر جاشه نیم؟ میشه بپرسم اینجا چه خبره؟ منظور چیه چه خبره؟ اون برادر دیمونه درازه بود من رو بکشه. این که چیز تازه ای نیست. تو چیز تازه ای نیست؟ نه چیز تازه ای نیست. دیوانگی توی خانواده ما موروثیه. یا همین پدر بزرگم مثلا داروساز بود ولی اول داروهاش روی بچه هاش امتحان میکرد. یا اولین بروستر که پوست کله سرخپوستا رو میکرد. جورجم که نیاز به توضیح نداره، تکلیفش معلومه. جاناتان هم که تو خودت گفتی میخواست رو بکشه. ولی اونا برادرهای تو هم، نه خودتو. من تو رو دوست دارم ابله. ببین این به نظر من یه بروسه بهتره اصلا ازدواج نکنه. من خودم اگه به موقع پدرم رو دیده بودم جلوش رو میگرفتم که ازدواج نکنه. در روح عیب و ایراد از خون بروستراست. ولی اما ها کاری که بروسترن آقلترین و شیرین‌ترین آدم هایی هست که من تا حالا دیدم. نه 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 اونا هم یه خصوصیات عجیبی دارن. خب آره ولی خصوصیات عجیب و قشنگی دارن، مثل سخاوت، مهربونی، دلسوزی. یه مسیح یکی دیگه است. واقعا امه ها توی بروکلین یه چیز دیگه. آره آره یه چیز دیگه هم یعنی برو خونه چون یه مسئله مهمی همین الان پیش اومد. الان؟ دلی الان که ما اینجا تنهایی. میدونم رفتارم نامعقول به نظر میاد. بهت گفتم که بروکسترها همشون روانی هن. همین روانی بازی هم دوست دارم. پس اگه واقعا دوستم داری هر چیز زودتر از این خراب شده برو بیرون. بیرون هم میکنی؟ نه. پس چی؟ فقط برو. خواه دقیقا به من تو خونه برسون، من میترسم. خودت بودی یه چند قدم تو قبرستون که ترس نداره. خیلی خوب ترا که به ثابت کنم دوست دارم خودم میرم. مرسی عزیز. آه های اقا دوست شب به خیرم که دیگه میتونی گنی و عزیزم فردا و صد و بار تماس میگیره. تو من تو من منتقد. هی آقا ام ربی ام امام تا یکی تون بیاد اینجا لطفا. چیه؟ چی شده؟ شما اگه به من گل ندادی وقتی من خونه نیستم کسی رو توی خونه راه ندیم. بله پدر مقدس رو کشیدیم. بله پس این کیه بی صندوق؟ هیچ کی نیست، ما داریم شیرینی میدیم. چرا یه نفر تو صندوق نگاه کنی؟ نه دیدم. شما رو به پدر مقدس قسم میدم اون تو رو نگاه کنی. اینقدر ما رو به این مقدس رو قسم نداشته اعصاب نداری تو. آه از جنازه ترسیدیم؟ قریبت کار ما که نیم. یعنی میخوایی بگید این آقا رو قبلا ندیدیم؟ نه به خدا یه دور زمانه شده هر کی میخواد باردوزه میشه میاد میره دو زندوق ما. یعنی این آقا یکی دیگه از اون آقایون شما نیست؟ باور کن که نیست. آقای هاستینز کجاست؟ آفرین آقا اون تو بغداد منتظر مراسم تسلیمه. ببخشید من حرف شما رو چطوری باور کنم وقتی 12 تا جسد توی زیر زمینتونه و هر 12 تا رو شما مسموم کردید. دیگه همین آخر عمرم بود اون تو هم به من بگی دروغگو. شما هم بچگی تا حالا خود بودی ولی یه مورد یادت که هم معلومه تو دروغگو. چرا تو شکوندی مارتا؟ مارتا این به من گفت دروغگو؟ چه خوب شد که اومدی جانتا. الان داشتم به این فکر میکردم به اندازه کافی توی گروه توی مورتی وقت داشتید که را بیافتید.
اون کسی که باید بزنه به چای توی موتی بر نه من نه 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 اصلا نمیترسم جان آقا یه صندوق برسم بارو بگیم اخمو برمیشم بخوام تکیم صندوق نه مارتا دیدی؟ آه جاناتان به عمه مارتا نشون بده چی تو صندوق قایم کردی؟ ببخشید آقا مورتیمر دیدی؟ من یه عذرخواهی بزرگ به شما بدهکارم عمه ابی ولی در عوض یه خبر خوبم براتون دارم جاناتان اینجا نمیمونه وسایلشو جمع میکنه از اینجا میره همین الان اگه نرم به پلیس خبر دست به اون تلفن دادم مورتیمر چون اگه این کارو بکنی برای که سر آقای پانزو آوردم سر تو هم میاد آوردن شب بخیر تو چیز عبی شب بخیر لطفا حالا پلیس وظیفه شناس دیدم چراغتون روشن این وقت شب گفتم نکنه مشکلی پیش اومده ولی انگار اشتباه کردم خواهش میکنم پاد فراموش کردم معرفی کنم ایشون برو نرداده ما مورتیمر منتقده تا آج مورتیمر بروسته؟ منتقده معروف؟ از آشناییتون خیلی خوشبختم آقا خواهش میکنم خیلی وقت بود دوست داشتم نزدیک ببینم اینا بابا وقتی یه دون دیگه دارد یکی هم یه بردر داده دیگه همونه جاناتان که چغلش یه که قاره قاره نبرده هاو قاره نبرده خیلی خوشبختم آقا خودم تنها بود ای خودا من قبلم شما رو جایی ندیدم آفت نمیکنم جاناتان سالها اینجا زندگی نمیکرده ولی قیافتون واسم خیلی آشناست شاید عکستون رو یه جای دیده باشه خودش که فکر میکنه شکل دیوید بکامه بیکام؟ ستاره کریس پالمالات کریس باز پالمالات؟ منچستر یونایتد؟ من هر اگه جایی گفتم جانا کن هرچه زودتر آماده رفتن میشدم او پس بهتره من زودتر برم تا شما راحت کنم نه شما نمیشون چه عجبی این صبح بمونی با هم یه قهوه بخوریم نه راستش من برم اداره شیفتی شد نه شیفت نه ببین قهوه های عمه اشون آسان نمیجایی خوشمزه ما تا جا آقای پولیس رو نگردیم نکشه سلطان بفرمایی چه قهوه با هم بخوریم خیلی متشکرم رفتن میدونید آقای مورتیمر عزیز چطوری بگم راستش ما هر دو توی یه زمینه کار میکنیم جده؟ بله من نمایشنامه نویسم این شغلم هم به عنوان پلیس موقتیه چه جاله؟ راستش من تو برادوی به دنیا آمدم تو نمایش رومئو و ژولیت آخر پرده دوم تو اتاق گیری به پشت صحنه به دنیا آمدم البته مامان خودشو با سرورانس رسوند عجب بازیه تماماندی بودن مامان خلاصه نمایش جورایی تو خونمه الانم 12 سال دارم اکسسوار کشم اینم از اداره پلیس بابا چه هیجان انگیز اداره پلیس ببخشید اگه میشه بگید قبل رو بذارم برای یک روز دیگه من باید برم اداره برای شیفت شب فقط به شما فکر میکرم میدونستیم بشیم در حال نمایشنامت با هم گرد بزنیم نه نمایشنامه؟ بله همین امشب؟ بله یعنی من میتونم داستانشو براتون تعریف بکنم؟ چرا که نه؟ کجا؟ فقط این تو آشپزخونه هم یه چیزی بخوریم هم هم به سه شما گوش بدم خیلی متشکرم بفرمایید بفرمایید الان میام خدمتتون شما تو رو بریم میتونه حالا بریم از اینجا بیریم فکرشم نکن که بذارم بدون آقای پانزو از اینجا بریم 5 دقیقه سرکان رو یک رو سرگرم میکنم فقط 5 دقیقه دوست دارم وقتی بودم بیرون هیچ کدومتون رو نبینم فهمیدی؟ چی؟ میدونم میخوای آقای پانزو رو از همیرهایی که آوردیم تو ببریم بیرون؟ ساده نباش دکتر نیازی نیست به خودمون سختی بدیم الان بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که زودتر از اینجا بریم و افتخار دفن و کفن آقای پانزو رو بسپاریم به خانواده بروستر بعد از چند روزم که آقا از آسیب افتاد برمیگردیم و من حساب مورتیمر رو برای همیشه میذارم کف دستش میگم اگه واقعا بعد چند روز بخوایم برگردیم لازم همه اینا رو با خودمون ببریم نه میتونی همین ولی یه جایی برش پیدا کنی بذار اتاق زیرزمین انیشتین یه بیجام باشه جانی جانی اون پایی تو زیر زمین اون پایی تو زیر زمین چی؟ یه جسد اونجاست مطمئنی دکتر جانی من دیگه فرق بین مرده و زنده رو که میفهمم جسد دیگه شما
که هنوز نرفتیم. ما جایی نمیریم مرتیمه. پس منم مجبورم صدفان رو صدا بزنم. نه. صدفان و آهارم. اگه به آهارم بگیم چی توی صندوق مرتیمه. خب. ما هم بهش میگیم چی توی زیر زمینه. زیر زمین؟ بله. میدونی؟ یه آقای پیری تو زیر زمین شماست که به نظر کاملا مرده. منو صدا زدی برای مرتیبه؟ من نه آره را بله من شما رو صدا زدم الان یه نفر بیرون داشت فریاد میزد گفت کمک من یه ندارم شو یه نفر کمک میخواست بله یکی کمک میخواست داشت میگفتش که گفت درم کنی حرومزاده ها درم کنی حرومزاده ها نکنه یکی از همون بیده مردهای گم شده باشه حتما مطمئنی گفت حرومزاده ها پس باید بیشتر از یک نفر باشه قطعاً صبح موضوع به سرهنگانی گزارش میکنه همین یعنی الان نمیخوایم ایشکاری کنیم؟ نه من راستش تو همین نمایش رو برم نگه من این خونه بیرون نمیرم که قول میدم در اولین فرصت یه قرار مفصل با هم بذاریم صدفان ولی خودت همین پندقه پیش گفتی بشینیم تو آشپزخونه در مورد نمایشنامه گپ بزنیم بله من گفتم ولی خب اداره پلیس چی میشه شیفت شبانه همشون بدم به درم چرا متوجه نیستی صدفان پای جون یه آدم در میونه هر لحظه ممکنه بیرون یه نفر کشته بشه خیلی خب باشه فقط به شرطی که قول بدی تو نوشتن دیالوگا بهم کمک کنی قول میدم مردونه بله مردونه ای پس چرا معطله اون بیرون جون یه آدم هم رو بذاره میگم من میرم این مرده که تکش میکنم فوری برمیگرم تکلیف اون رو روشن کنم جانم اون شو میتونه اون شو شما که هنوز نرفتی موتیمه بیاد خوشش نمیاد مجبوره خوشش شما بهتره قبل از اینکه بوی گرد این جسد کل بروکلین رو برداره ببریم تو زیر زمین رفتش کنیم زیر زمین ما نه پرایبت زیر زمین ما ولی دوست مورتیمر تو زیر زمین منتظر دوست با آقای پانزو هم دوست مورتیمر کیه؟ بله میدونین هم میخواب چیجیبی بهتون میگم اما خودتون کنترل کنیم دیگه تو زیر زمین شما یه جسده کنترله فکر کنم منظورشون آقای هاسکیه آره نکنه میخوایم بگم ماجرای زیر زمین خبر دادیم ببخشید که زیر زمین خودمونه ها ولی اون دوست مرتیمه نیست یکی از مهمانهای ما مهمونهای شما بله زیر زمین ما فقط مخصوص مهمونهای ماست نه غریبه ها دیگه همچی زیر زمینیه یعنی کلا الان پر بره و ما حتی یه دونه واسه پانزو مانزو جا نداریم پر بله از چی پره؟ از قبل 12 تا قبل اون پایینه چه رحمی به من کرد خدا بیچاری؟ دوازده تا قبل؟ بله یعنی میخوایم اینکه شما کشتی رو نه 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 ما بهش کشتن نمیدیم خود مردگی بله این یکی از کارهای خیریه یه ماست بله میدونی خواستگاه آدم کشی ما با شما متفاوته ما در راه رضای خدا پیرمردای بدبخت و تنها رو با آرامش یعنی همینجا تو همین خونه چه مرگ تهشتن چانی من تو دور دنیا رو گشتیم اما ها موندن تو بروکلین به خوبی ما کار کردن یعنی چی دوشتو؟ یعنی اینکه ما دوازن تو کشتیم اونا هم دوازن تا سیزده تا کشم اما شما هم که سا بوده اگه ما با تیر نمیزده بشه تا تو بیه نمیزده بیشه بخش شدم بزنی تجربه همونو بزیم رو هم به یه نگهی بزیم ما هم یه همچه مشکل داریم بیرین آقا ما یه دونه سکته ای داشتیم مارت های سا بیرین اونا هم حساب نمی کنم پس تو دوازن تو کشتیم اونا دوازن گفتی کار اما ها به خوبی کار ما بوده اینش نیاره؟ من برای شکوندن رکورد اما ها فقط یک نفر کم دارم حتی اگه اینطوری باشه که تو میگی فقط یک نفر به قرار کشت من درکیم چیکار باید میدونم نه؟ بله
شورای عالی امنیت ملی منتظر امضای شما سابقه ایشون. ولی من نمیتونم بدون مشورت با اون ببینید من راهش میکنم ممکنه هر لحظه پای القاعده به این موضوع باز بشه. اوه القاعده امضا کنم. متشکرم آقای رئیس جمهور. بودو من جهاتو رو خوب میشناسم، اون وقتی دیوونه میشه اتفاقای بدی میفته ها. من ازش نمیترسم دکتر. نورسی من دارم به خوشتاقا میدم به نفت از اینجا بری. دکتر تو به نظر آدم خوبی میاد. تو به نفت به حرف من گوش بدی و از اینجا بری. من موندم تو از این نمایش هایی که میبینی چیزی هم یاد میگیری؟ چطور مگه؟ مطمئنم آدم های تو نمایش ها تو بیشتر میفهمن. واقعا فکر میکنی آدم های نمایش ها خیلی عاقلانه و هوشمندانه رفتار میکنن؟ بله. ای کاش یه چند تا از این نمایش هایی که من هر شب میبینم و میدیدی. مثلا همینی که امشب رفتم دیدم. توی این نمایش یه فردی هست که مثلا قرار زرنگ بشه. خب؟ میدونه با قاتلا توی یه خونه هست. آره. حتی بهش هشدار داده میشه که از خونه بره بیرون. آره من گفتم من اون ولی مگه میره؟ نه خیر میمونه. ای وای خدای من. از تو میپرسم دکتر آدم عاقل از این کارا میکنه؟ از من میپرسی؟ آره طرف اینقدر عقل نداره یه ذره بترسه مواظب باشه حتی یه جور تصویر قاتله بهش میگه بشینه. بشین. ممنون. آقایی که فکر میکنه خیلی آدم زرنگیه قشنگ میشینه فرصت خوبی رو درست میکنه داد از آباشو ببره. با چی؟ با تناب پرده. اوه تناب پرده چه ایده ساده و راحتی. بله زیادی راحته. نمایشنامه نویس ابله یکم تخیل به کار نبسته. آخه تناب پرده یعنی اصلا قاتله رو نمیبینه؟ نمیبینه. ریلکس نشسته اینجوری پشتش به قاتل است. حتی یه ذره سرش رو اینقدر نمی‌کنه که قاتله رو ببینه. ما هر شب باید این چیزا رو تعامل کنیم دکتر. بعدش هم میگن منتقدا دارن تئاتر رو میکشن. نه خیر، این نمایشنامه نویسان که دارن تئاتر رو میکشن. کاراکتری که قرار زرنگ باشه انقدر احمقه که اینجوری قشنگ میشینه تا دست و پاشو ببندن. اجازه بده از این جای حس ما تموم کنیم آقای متعهد. چراغ دکتر. میدونی مرتیمر؟ من 20 سال از این خونه و این شهر دور بودم. 20 سال لعنتی. تمام این 20 سال نفرتی که از تو داشتم و فراموش نکردم. حالا دیگه ازت میخوام به عنوان یه منتقل برجسته شاهد هنرنمایی من باشی. آیین رهایی با یک اجرا با جزئیات واقعی آقای منتقل. ببینی میگم نمیشه بی خیال آیین رهاییشی از یه روش سریع‌تر استفاده بکنی؟ خداحافظ مرتیمر. بچانی خداحافظ برادر ککنم آقای مرتیمر بیمار. آقای مرتیمه یا چرا تاریکه؟ آقای مرتیمه این چه پوزیشنیه؟ چه اتفاق رو سر مرتیمه افتاده؟ هیچی داشت نمایشی رو که امشب دیده بود برای من تعریف میکرد بگیره؟ اینطوری؟ خیلی داشت رئالیستی تعریف میکرد. آخه شما یه ها کجا غیبیتون زد آقای مرتیمه؟ اینقدر من رو نگران کردید گفتم بیام ببینم اتفاق بعدی واسه تون نیفتاده باشه. ولی خب خدا رو شکر هیچی نشده. اصلا انتظار نداشتم من رو باید کنید یه تنهایی نمایش واسه این رو تعریف کنید. آره جدی جدی تو نمایش امشب همچین صحنه ای بوده؟ نه مردا این هر رو پردی دومی نمایش من بلند کردن. واکنم آره که منو پتوندی بهتر همینجا بشینی تا ته نمایش منو گوش بده آقای منتقل. تو پرده اول مامان تو اتاق گریم داره سیگار میکشه که از درد مرد سیبیلوی میاد تو روشو به مامان میکنه میگه ممکنه با آب ازدواج بکنم همین امشب. مامان میگه دیر اومدی من حاملم. 25 سال میگذره درست من رو موقع وارد میشم به اداره پلیس میرم میشم یکی از بهترین پلیس های بروکلین. اما یه شب که برای برقراری امنیت مأمور میشم برم گشت بزنم میبینم توی خطر حسابی افتادم. از چشمات معلومه داری خطر رو از نزدیک میبینی. اما میدونی در نهایت چی میشه؟ دست آخر یک منجی پیدا میشه با یک ضربه جانانه همینجوری خطر دفع. این چه شد؟ فکر کنم با نمایشنامه حال نکرد خوابی. ها؟ البته میدونی من دوست داشتم اما از نمایشنامه خوشم اومد. چرا من همش حس میکنم اینو یه جای دیدم؟ از این زاویه که دیگه شبیه داری بید بکامه. این دستی تو چی کار میکنه؟ راستی بقیهش چی شده نمایشتون؟ سکوت.
در پایان این پرده یک سکوت مرگبار بر صحنه حاکم میشه. فقط صدای قدم های من شنیده میشه که با شجاعت تمام قدم به قدم اتفاق هولناکی که انتظارشو میکشم نزدیک و نزدیکتر میشم. صدای نفسام به وضوح شنیده میشه که ناگهان که جورج بوش بود، دبلیو بوش؟ این چه سوالیه صدفان؟ تو کل بروکلین به غیر از بوش من کسی شای بور میزنه؟ نزدیک بود خراب کنم. ببینم اون خانم ها با صدای شیپور از خواب نمی پرن؟ فکر کنم گوششون به این صدا عادت کرد. آف کنید من سرهنگانی هستم. چه می کنید؟ جانی؟ ای قربان داشتم با کمک آقای بروستر نمایشنامه‌مو می‌نوشتم. این مردکو کی کناب پیچ کرده به صندلی؟ ای قربان درد نزن. این توی این وضعیت چجوری میتونه به تو کمک کنه که نمایشنامه‌ت بنویسی؟ شکسپیر به سختی گفت. درد نزن. کی گفته که تو شیفت شبتو بل کنی یا بیای اینجا؟ ای قربان درد نزن. اون آقای که داره میره کیه؟ اینی که خانه اسمش چیه؟ بکام اون شید بوزن وحشتناک جورج کجا؟ حرف نزد! قربان من که حرفی نزدم اصلا خودتون این موقع شب اینجا چیکار میکنید؟ رفته بودم مهمونی تو همین خونه بغلی نه اصلا صدقان من چرا باید جواب تو رو بدم؟ نمیدونم. آه شما میری برای من یک لیوان آب بیاری؟ با این شیط بوزن وقتت ناز مزخص می کنم. جور بگو ببینم تلفون کجاست؟ اینجاست. کجاست؟ اینجاست. کجاست؟ اینجاست. کجاست؟ اینجا به نوانی اینجا. اوه هارا احمد الو آسایشگاه حبیده آقای پیتر اسپون، من سرهنگ لونی هستم. میخواستم راجب جورج با اتون حرف بزنم. بله خیلی وحشتناکه، خیلی. من همین امشب دیدمش. درسته؟ بله تو خونه بروسترها دیدمش. عالیه. همین امشب میام تحویلش میدم. متشکرم. از بالاخره لو رفتم ها گیرم انداختیم. حالا اصلا میخوان جایزه رو با این برادر آدم فروشی رو تقسیم کنیم. اه؟ جایزه؟ وقتشی که من یه چیزایی رو بدم. حتما به نظر شما هم آقای من بیرزنهای شیرین و ناز و جذابی هم مگه نه؟ بله؟ بله بدونی دوازده رو نب تو زیر زمان اون هست. هیت میفهمی چی داری میگی؟ تو ثابت میکنم دوازده تا جسد اون پایی گرمان داری شوخی میکنه فهمم بیاییم بریم تا به تو نشون بدم آهرام بله گرمان باش بره تو زیب زنیم چشم گرمان بلند شو را بیافت گرمان بله شناخت نمیشه گرمان دیوید بکار نیست که فرانکشتین گرمان کی؟ فرانکشتین کی؟ فرانکشتین بابا تو روح دوتا تو روح اوه! چرا خودم نشناختمش؟ سوتان! دستبند! دستبند! خودتون! دستبند! چش قربان! صد دفعه بهشون گفتم به بخشنامه هایی که به در دیوار اداره پلیس میخوره خوب نگاه کنید! این یه تحت تعقیبیه که اینجانا از زندان مجرم های روانی فرار کرد. آه! حبسه همه یه مشخصاتی که دارن درست همونی که شبیه فرانکشتنه تو گربان من گفته میگی یه فرق هم یه جدی دم ها مردک لازم دوازده تا قدر توی سیر زمین حرف میزنه همین حرف هاش متخصه تزدیمونه بوده فرانه گربان باید با هایت چی کار کنی؟ ببرش ببرش تحویل اداره پلیس مرکزی بده چش کنی؟ بگو یه ماشین دیجه یه مجرمین خطرناک بفرستم آهلا بله گربان خواست فرار کنه با تیر بزن اونجا هاش کجا هاش خورمون؟ منحرف
آها چش خود بار بقی ها دیده آها بیا دست با تو باز کنم بفرم متشکرم خواهش میکنم خب شما بفرمایید امشب اینجا چه خبر بود؟ بله ولی قد از هر چیز میخوام یه توضیحاتی در مورد جورج بهت بدم همین که شیپور میزنه میدونم همین امشب میرم تحویل آسایشگاه حبیده خوبه؟ عالیه سرنگ ببینید همه کاغذ بازیش انجام شده خود جورج امضاشون کرده من به عنوان خویشاوند نزدیک و دکتر خانوادگی بودم امضاشون کرده خوبه؟ فهم اصلا بدونید هر اتفاق این اطراف افتاده مسئولش جورجه مثل اون 12 جسد زیر زمین عزیز من عرض کردم که میدونم همسایه ها ازش میترسن شیپور بیموقع میزن قصه این 12 جسد رو هم احالی بشنون کلکسیونش تکمیله دیگه خوبه آقا کدوم احمد این داستان رو باور میکنه 12 جسد تو زیر زمین آی بعضی از آدم ها اینقدر احمقن که باور میکنن بله البته آدم نمیدونه چی رو باور کنه چی رو باور نکنه همین یه سال پیش یه دیوونه شایعه یه قتل رو راه انداخت توی محله سیاه منم مجبور شدم 2 کیلومتر محله رو آخرش هیچی بنید شده قصه این 12 جسد توی زیر زمین رو هر کس بشنه و از خنده رو دبار میشه بله دقیقا ولی واقعا 12 جسد تو زیر زمین هست نیست هست به به آقای شیپور زن بیموه خوش اومدید من پرزیدنت جورج دبلیو بوش هستم آقای دبلیو شما شیپور آخرتون رو هم زدید تو کی هستی که با این ادبیات با رئیس جمهور ایالات متحده صحبت میکنی ها؟ نه آقای شما خبرهای خیلی خوبی براتون دارم دوره شما تموم شده واقعا؟ بله پس وقتشه به عنوان سفیر سر به آفریقا سفر کنم باید زودتر وسایلمو جمع کنم عمه حبی عمه مارتا من به عنوان سفیر سر به آفریقا سفر میکنم این واقعا عادی نیست؟ خانم‌ها بله ایشون سرهنگ رونی هستن جاناتون رو دستگیر کردن فرستادن اداره پلیس وای ازتون سپاسگزاری مدتش راحت شدید رونی سرهنگ رونی آره آخه اسمشون رو شنیدم ولی همکاراتون میگن سرهنگ رونی خیلی خیلی بد اخلاق و بدبلوغه اشتباه میکنن ایشون نظر میخوان جورجی رو با خودشون ببرن آسایشگاه حبیده ای نه متاسفم خانم تمام اوراق قانونیش امضا شده باید ببرمش ما خود دیدیم از شیپورشه بگیریم ما از جورجی جدا نمیشونیم قانون قانون ببخش خب اگه قانون قانونه ما هم باید ببریم اونجا ما را باید با جورج ببرم ایرادی نداره شما رو هم میبرم خانم بگی خود نمیگن که بعد اخلاقی ها چیه؟ چهار تا بچه شیپور داده اینقا بگی رو به من داده؟ فقط شیپور زدن نیست خانما مسئله خیلی حادتر از این حرف هاست دیر یا زود من مجبور میشم که اون زیر زمین شما رو بکرم اون چرا زیر زمین ما مسئله کل بروکلین شده؟ بله چون اون برادرزاده وحشتناکتون گفت 12 قبر توی زیر زمینه چرا؟ این درسته 12 قبر توی زیر بله اگه بخوای خودتون میتونی تشکیل کنید ببینید متشکرم خیلی نمیدونم شما یه باشن چیکار بکنن چون کرده داشتم من میگفتم پارسال مجبور شدن این منطقه 2 کیلومتری بی خود بی جهت بکنن مگه نه سرنگ دقیقاً اینجا این کار رو کن چون آقای ما هم علامت دارم چون تشریف بیاریم ببینید آقا ما هر یک شنبه روی تک تک قبرامون میریم گل میداریم همچین آدم هایی هستیم بگم عزیزم من فکر میکنم که این امه های شما رو هم همراه اون جورج باید بفرستم آسایشگاه بله باید بفرستیم ما هم اینجا ازت می‌خواستیم ما از جورجی جدا نمیشیم در ضمن من به ماتا گفتم این محل دیگه آقا اصلا لطفش از دست داده بابا دقیق از 2 پیرمرد که نچم و نگاه شد فکر شما کن ابی ما اونجا یه زمین چمن بزرگ آره بابا 4 پیرمرد در معاشرت پیدا خیلی خوب خانوما ایرادی نداره پس شما رو هم میزنم
فقط باید این اوراق رو امضا کنم. مطالعه با خواهرم. البته دکتر خانوادگی تونم باید امضا کنم. دکتر خانوادگی؟ نه دکتر کجا؟ سره ایشون میتونم به جای دکتر خانوادگی مرگم رو امضا کنم. آقا شما همونی هستین که قرار بود برای من یه لیوان آب بیاره. بله بیاین اینجا رو امضا کنیم. چطور تو رو نگرفتم؟ این مگه دستیارش نیست؟ صحبت نگاه. الو مک؟ روحی هستم. میخواستم بدونم که جاناتان تحویل گرفتیم. خوبه؟ خب اون اوراق که روی میز من هست راجع به هم دستش. آره مشخصاتش رو نوشته بودم. اونو برای من بخون. مردی با قد متوسط. خب دهنی گشاد، چشمانی درشت و گاوی، سخری قیافه داده، خودشو دکتر رو معرفی کنم. ممنون احمد. گرفتم. آقای دکتر شما خدمت بزرگی دارید. خب آقا شما هم باید به عنوان فامیل نزدیک این اوراق رو امضا کنید. بله از جان. بله ممنون دارم. ببین عزیزم، داستان اینجوریه که خلاصش چندین سال پیش که مادرت اومد واسه آشپزی و کار پیش ما فرمودش کردیم. یه خود مدت جمعش اومد بالا دیدیم وای این حاملت باقی میدن کیه کار خوبی آدم بودیم بعد بعدش تو به دنیا اومدی خیلی بچه دوست داشتنی بودی بعد مدت را سیدایی بچه توی خونه بودی و من و مادا چون از مادرت هم خوشمون اومد یه کاری کردیم پدر بودیم دیگه برادرمون گرفتیم. یعنی از اون مثلا بابای توه برادر ما مثلا پدر توه. یعنی من یه بوسه نیستم. از این بابا ناراحت نشو عزیزم. ببینم من همین کنم عزیز من ایچ جمال مکان اینا پرشیش زبی من شنیدی من حلال زاده نیستم. من حلال زاده نیستم. من یه حروم زاده هم. یه حروم زاده حروم زاده نه چی بره عزیزم خواهش کنم سب کنم بچم بیا کمونم گشو بایا بایا زهرانی جان. بله بفرمایید. میگم حتما این خانواده شما خیلی خیلی احساس آرامش میکنن که همچین پلیس زبده ای دم در تو خونتشون دارن. نه خیلی اصلا چون من خانواده ای ندارم. خیلی احساس تنهایی بکنیم. بگی که غمگینی هست دیگه. بله تنهایی و غم و غصه بخشی از زندگی من شده خانم. خب بریم خانم. نه کجا خواهش میکنم تشریف داشته باشه. اما بعد یه ذره نوشیدنی خونگی ما مزه مزه کنید. از میوه آختیه که دیگه کمیاب شده. آخ دستا شما دو نفر درست دارم. وای خدای من وای خدای من برو
بالا. میخورم به افتخار شما خانمای نازنین.